سلام دوستان، من اومدم با یه ولاگ دیگه. برای این ولاگ خیلی هیجان دارم و فکر کنم برای درصد خیلی زیادی از مخاطبهای من هم جالب باشه، چون من خیلی از مخاطبام از پاکستان هستن و من دارم میرم پاکستان و چند روز دیگه بیشتر وقت ندارم و همه کارام داره هلهلی انجام میشه. هلهلی یعنی سریع با عجله. دیگه باید هلهلی خرید کنم، سوغاتی ببرم، وسیله جمع کنم و به امید خدا 28 صبح میرسم کراچی. یکی از شاگردای من رو به عروسی دخترش دعوت کرده که پاکستانیان و خیلی به من لطف داشتن و من رو عروسی دخترشون دعوت کردن. حالا کلی کار دارم و همین که سوغاتی براشون باید ببرم. خودشون خیلی پسه دوست دارن و میخوام یه مقدار قابل توجه یعنی حالا زیاد، یعنی بیشترین چیزی که ببرم پسته باشه و یه هدیه میخوام بخرم برای دخترشون که داره عروسی میکنه. خب بریم ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. خب بچه ها، من از خرید برگشتم. الان میخوام سوغاتی هایی که گرفتم و بهتون نشون بدم که هم شما سوغاتی های ایران رو بشناسین و همین که بیشتر آشنا بشین با انواع شیرینی ها و چیزهای مختلفی که برای ایرانه و کسی که از ایران به دیدن فرد دیگه خارج از ایران میره معمولا اینا رو میبره. اولین چیزی که گرفتم و بیشترین چیزی که گرفتم پسته که خب به خاطر اینکه هم خیلی خوشمزه است و همین که بیشترین سفارش خودشون پسته بوده، برای همین منم سعی کردم 2/3 سوغاتی هایی که میگیرم پسته باشه. بعد چیز بعدی که گرفتم زرشک و بعدیش سوهان. این سوهانو میبینید، این سوهان بسته بندیش برام جالب بود چون سوهانای دیگه هم گرفتم، چون نقشه ایران روش بود و این بسته بندیش قشنگ بود، این هم انتخاب کردم. بقیه سوهانایی که گرفتم به این شکلن که یه بسته بندی فلزی داره گرده. اکثر سوهانایی که مثلا مخصوصا برای شهر قم، این اکثر سوهانایی که میفروشن به این صورت، حالا با طرح‌های مختلف یا اینجوری. من متفاوت گرفتم چون بسته‌بندی‌هاش متفاوت باشه ولی از نظر طعم فرقی نداره. و چیزی که همیشه باید بگیریم، اصلا نمیشه نباشه، زعفرون. از او بسته‌بندیش هم بو میاد، بو داره. زعفرون هم گرفتم. و یه چیز دیگه که داشتین آخرها یه جوره یادم میرفت ولی خب بعد گفتم که حتما برم بگیرم، یعنی باز دوباره برگشتم که بگیرم، این نباته. حتی بسته‌بندی متفاوت گرفتم، مثلا این یه ذره کوچیک‌ترشه، این بزرگ‌ترشه. نبات زعفرونی، اگه دقت کنید شما این پرک‌های زعفرون هم تو نبات میتونید ببینید. نبات یه جور مثل آب نباته، مثل کندی هست، که البته مثلا اینجوری نیست که مثل کندی بخورین بندازین تو دهنتون، اینو معمولا با چایی یا دمنوش درست میکنن و خودش هم خاصیت داره. مثلا اگر بخوام بگم بهتون خاصیتش چیه، یکی از خاصیتاش اینه که وقتی سردیتون کرده این حالتون رو خوب میکنه، معدتون انگار سرد شده، غذاهای سرد زیاد خوردین. احتمالا باید یه پادکست بذاریم با عبی و بهتون توضیح بدن که سردی گرمی چیه. این یه جورای طب سنتیه که میگن بعضی غذاها طبعش سرده، بعضی غذاها طبعش گرمه. حالا وقتی غذای سرد زیاد بخوری سردیتون میکنه یا گرمیتون میکنه؟ نبات گرمیه، وقتی سردی میکنین نبات میخورید خوب میشین، واقعا خوب میشین. من خودم نبات زیاد استفاده میکنم و دیدم تأثیرش خوبه. نبات هم براشون گرفتم. دیگه چی؟ یه دونم پشمک گرفتم، پشمک زعفرونی گرفتم باز، چون میدونم این دوستمون زعفرون خیلی دوست داره. یه بسته گرفتم
چون نمیخواستم ریسک کنم که زیاد بگیرم بعد مثلا دوست نداشته باشن. گفتم حالا برای امتحان که ببینن پشمک چیه، خوششون میاد یا نه، یه بسته گرفتم. شیرینی دیگه ای که گرفتم باقلوا هستش. باقلوا، این عکسش رو بهتون نشون بدم. چون سوهان میدونم دوست داره، پس احتمال خیلی زیاد باقلوا هم دوست داره، ولی باقلوا هم یه بسته گرفتم. چیزایی که مثلا شک آدم میکنه که طرف خوشش بیاد خوشش نیاد، معمولا به نظرم خوب نیست که زیاد بگینین، ولی حتی مطمئنم اینو دوست داره. و مورد بعدی رب انار. رب انار، چون رب گوجه دیدین مثلا، خب این رب حالا میوه اناره که تو سه تا طعم متفاوته. من دو تا طعمشو گرفتم چون یه طعمشو میدونستم که خوششون نمیاد، یکی شیرین، یکی دیگه هم گرفتم این همین مزه ملس. ملس مزه که هم شیرینه هم ترشه. سومین نوع رو بنار ترشه که من چون خودم هم دوست ندارم و میدونم اون شخصم زیاد مایل نیست نگرفتم، ولی خب بعضی ها ممکنه فقط رو بنار ترش بخورن، نمیدونم. من فقط شیرین و ملسش رو گرفتم و ترشش هم هست. چیز دیگه که گرفتم سبزی خشکه. این سبزی خشک گشنیزه، اینم نعناه و برای نیشابوره. خب چیزایی که خریدم و بهتون نشون دادم. البته اون قسمت روبنار و سبزی ها خیلی میگم سوقات ایران حساب نمیشن که شما حتما باید ببری، مثل زعفرون یا پسته که اصلا کلن میخوایی بری یه جایی دوتا رو باید ببری. ولی خب میگم خیلی بستگی داره که شما کیو میبینید، سلیقش چجوریه. مثل من که چون از طرف اون آدم رو میشناختم و مثلا تصدیل گفتم اینجا چیزهای اضافه هم ببرم. خب حالا میرسیم به بخش قشنگ ماجرا که خودم خیلی دوستش دارم. این جعبه منبت و خاط همکاری شده دستازه که به عنوان جعبه هدیه در نظر گرفتم که هدیهی که میخوام به عروس بدم ردم رو توی این گذاشتم. یه کادوی داره که به نظر من همه این سوغاتی ها به کنار، این به کنار. سنگ فیروزه نیشابور. برای کادو بردن واسه عروس خیلی انتخاب سختی بود واسم. نمیدونستم واقعا چی ببرم که دوست داشته باشن. خب فرهنگامون متفاوته، شاید مثلا من یه چیز دوست داشته باشم اونا براشون مثلا کادوی عروسی به حساب نیاد. دوست داشتم هم یه چیز ایرانی باشه، هم برازنده یه عروس باشه، قشنگ باشه، چی باشه. خب فیروزه نیشابور بهترین فیروزه تو کل دنیاست. اصلا اسم دیگرش هم هست Persian Blue. و اینکه هم زیبای زینتیه برای ایران حساب میشه و جدای از اون وقتی که رفتم فیروزه بخرم دیدم که چه خواصی داره. توی سنگ درمانی خیلی استفاده میشه و مثلا نماد آرامشه، نماد امیدواریه، انرژی منفی رو ازت دور میکنه. حتی وقتی خواص و فوایدش هم خوندم و دیدم و تحقیق کردم خیلی بیشتر خوشم اومد. گفتم که یکی از بهترین چیزهاست، هم سوغات ایران، سوغات نیشابور، هم مفهوم و نماد قشنگی داره که برزنده یک عروسیه که تازه میخواد زندگی مشترکش رو شروع کنه. دوست داشتم خودم اینو گردن بندش کنم، یعنی مثل آویز گردن بند باشه، مثل این یه آویز باشه. و اینکه ممکنه این شخص دوست داشته باشه این سنگش رو انگشتر کنه، دوست داشته باشه تو دستبندش استفاده کنه یا گردن بند، یا برشش بده دوتا گوشواره کنه، یا اون مدل طلایی که من درست میکنم، اون قابی که من درست میکنم، اون دوست نداشته باشه و خوشش نیاد. برای همین و اینکه فیروزه سنگی نیستش که سنگ ساختمونی باشه استحکامش زیاد باشه. اگه یک بار من اینو ببرم و وارد مثلا حالا یک قابی بکنم و اون فشار بیاد، ضربه بیاد، و بار دوم خودش هم بخواد اونجوری که میخواد این سنگو در بیاره و توی اون جواهر خاصی که میخواد اضافه کنه، ممکنه دیگه برای بار دوم این بشکنه و یه ترک برداره.
خراب بشه. چون یک بار اگر میخواد تو جواهری بره، یک بار به اون فشار بیاد و یک بار انجام بشه که طبق سلیقه خودش باشه. و همه طلا فروشا، جواهرسازا، همه به من پیشنهاد کردن که بهترین کار اینه که فقط خود سنگش رو بهش بدی، چون اینه که ارزش داره و خودش بدونه که چطور میخواد ازش استفاده کنه. و چیز جالب دیگه که حالا اطلاعات فیروزه ایتون رو ببرم بالا، گفتن که فیروزه سنگ زنده ایه. حالا چرا میگن زنده؟ چون توی محیط تغییر رنگ میده. مثلا اگر دستتون چرب باشه یا مثلا کرم زده باشین، چربی روش ببنده و به این دست زنین، این مات میشه، براقش رو از دست میده، کدر میشه و به اصطلاح هم بهش میگن دیگه سنگ فیروزتون مرده، میمیره. و خیلی نگهداریش خواسته تو محیط میتونه رنگش عوض بشه. به مرور زمان معمولا رنگش به سبزی میزنه که هم قدمتش رو نشون میده، همین که خیلی وقتا زیباترش میکنه اگر ازش خوب نگهداری کنی. و دلیل دیگرش اینه که میگن حس داره، چون انرژی منفی رو ازتون دور میکنه. خیلی، یا من اینو خیلی جاها شنیده بودم حتی قبلا و دوباره تو تحقیقاتم هم دیدم که خیلی ها واقعا اینو تایید کردن که میگن وقتی که، حالا اصطلاحش اینه که یعنی فیروزه برای صاحبش خودکشی میکنه، چون انرژی منفی رو دور میکنه. مثلا کسی که یه رو چشم میزنه، مثلا تو شما به این موفقیتی داشتی میرسیدی، به یک شخص دیگه تعریف میکنی و بعد اون شخص شما رو وقتی چشم میزنه، شما دیگه به موفقیت نمیرسی. اصطلاحا میگیم اون چشم زد و شما چشم خوردی. این چون جلوی اونو میگیره، خیلی وقتا مثلا میگن صاحبش که میاد چشم بخوره، این میشکنه یا ترک برمیداره، یعنی اون انرژی منفی رو جذب کنه و نمیذاره به شما برگرده. بحث چشم نظر که همه این چیزی بود که الان توضیح دادم، یه چیزی که خیلی رایجه توی ایران و میدونم تو خیلی فرهنگای دیگه هم هست. این موضوع اینکه کسی ممکنه انرژی منفیش به شما برگرده و شما رو مریض کنه یا مانع موفقیتتون بشه. یه فایده دیگه هم که داره، میگن برای بینایی هم خوبه. حالا نمیدونم چطوری خوبه، ولی میگن خوبه. بیشترین چیزی که راضی ام از کل خریدا اینه، و چون خیلی انرژی خوبی گذاشتم و خریدم اینو، فکر میکنم واقعا خوششون بیاد، یعنی مطمئنم، چون خودم خیلی خوشم اومد، اینو دوست دارم. و یه اصطلاحی هم داریم، میگیم که هر چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند. من اینو واقعا پسندیدم، چون واقعا دوست داشتم، میدونم خوشش میاد. خب بچه ها، من دیگه اینا رو برم جمع کنم بذارم تو این ساعت میخواییم پشت هم که میبینید نقدر شلوغه، همچه چمدون رو باز اینا رو برم جمع کنم که فکر کنم باید 3-4 ساعت یه ساعت حرکت کنم برم فرودگاه. تا جایی که بشه فیلم دیگه میگیرم و همراهمون هستیم. این قسمت توضیح دادن سوغاتی ها خیلی وقت گیر بود، دیدم ولاگ خیلی طولانی میشه، برای همین این رو جدا کردم و به صورت یه ویدیو جداگانه که فقط سوغاتی های ایران و چیزایی که گرفتم و توضیحاتی که دادم و اینجا برای شما توضیح بدم، که خودش فکر کنم انزا یه ویدیو کامل وقت گرفته باشه. این قسمت هم مثلا میتونه بخش سوغاتی ها باشه، میتونه هیچ ربطی هم به پاکستان رفتن من نداشته باشه. اینکه ببینید سوغاتی های ایران چیه، یا چی من برای دوستم وقتی به عروسیشون میخواستم برم خریدم.